جنجال هایی که از شب گذشته آن وجود داشته، اما به خاطر مصلحت اندیشی صبح امروز برای مردم اطلاع رسانی شده است. برای اینکه از حقیقت موضوع این قتل باخبر شوید، ویدیوی ما را تا آخر دنبال کنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگوله را فشار بدهید. تا یک خبر ساعت 10 صبح امروز، پسر کوچک استاد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان پسر بزرگش باقر محقق را با ضرب گلوله به قتل رسانیده است. هرچند این جنجال ها به قول بسیار از نزدیکان محقق سالها قبل باید اتفاق می افتاد، ولی صبر و حوصله باقر باعث شد که به تأخیر بیفتد، ولی بالاخره حادثه ناجوان مردانه شب گذشته اتفاق افتاده است. پسر دوست داشتنی و به قول خود استاد محقق سیاستمدارش را قربانی گرفته. قصه بازگو شده برای مردم عادی، ماجرایی که محمد محقق و دولت بیان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. به رضای خداوند راضی هستم. باقر جان بچه خوبی بود، درخشش خوبی داشت، درس سیاست، درس فرهنگ. البته رضای خداوند می بود وانه او حادثه واقع شد. یک لعنتی روانی بچه دیگه داشتم که او را تحمل درخشش رو نداشت، روانی بود و بیچاره را در خوابش زد. خب برایش از خداوند آرزوی مغفرت میکنم، با خودم هم صبر دارم، با خدا رو سپاسگزار هستم هر حالش. السلام علیکم. وقوع درگیری میان پسران محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان. مقام ها در وزارت امور داخله گفتند که این درگیری پیش از چاشت روز یکشنبه 22 بین دو پسر محمد محقق در خانه اش صورت گرفته است. وزارت امور داخله همچنان گفته است که در این درگیری محمد باقر محقق فرزند ارشد آقای محقق کشته و 6 نفر دیگر به شمول حسین محقق یکی دیگر از فرزندان محمد محقق زخمی شده است. در همین پیوند عصمت الله خنجری از نزدیکان محمد محقق به روزنامه صبح کابل گفته است حسین پسر کوچک محمد محقق که بیماری روانی دارد با باقر محقق برادر بزرگش به درگیری پرداخته بود. او می افزاید که در نتیجه این درگیری باقر کشته شده است. آقای خنجری می گوید بعد از کشته شدن باقر قطعات نظامی آمده و بر حسین تیراندازی کردند و در نتیجه این تیراندازی حسین زخمی و بازداشت شد. حسین در حال حاضر به شفاخانه منتقل شده. پیش از این گزارش شده بود شب گذشته حسین محقق پسر محمد محقق که مشکل روانی داشته و پس از این مشکل روانی او شدت گرفته است، با استفاده از سلاحی که در خانه بوده برادرش باقر محقق را با ضرب مرمی به قتل رسانیده است. به گفته منابع نیروهای پلیس اطراف خانه آقای محقق را محاصره کرده و به هیچ کس اجازه گشت و گذار در ساحه را نمی دهد. اما اصل قصه این اختلافات از روز آغاز شده که استاد با داشتن فرزندان زیاد سیل اختلافات سیاسی و پولی را در میان خانوادهش برپا ساخته بود. همه می دانیم که استاد محقق علاقمند داشتن خانمهای زیاد است. به هر اندازه پسرها بزرگ شد، این موضوع که جانشین پدر از کدام مادر چه کسی خواهد بود در میان آمده بود. برادر با برادر رابطه خاصی دارد و این رابطه همانند دو دوست است، نه پدری و فرزندی. بنابراین دو برادر با هم احساس بسیار راحتی و صمیمیت میکنند به شرط اینکه از یک مادر باشند. متاسفانه در سالهای اخیر با پدیده ناهنجار و خطرناک به عنوان قتل‌های فامیلی متعدد روبرو شده ایم. تک محوری، خود محوری و خودخواهی جای خود را به رابطه صمیمی و عاطفی بین اعضای خانواده داده است.
زاویه دیگر این قضیه این طور است که حسین محقق فرزند خرد محمد محقق به دلیل اینکه داماد عباس ابراهیم زاده مشهور به عباس دالر در شهر مزار شریف است و حسین محقق از طرف خانواده مادری نیز داره قدرت مردمی بسیار گسترده در سمت شمال شهر مزار شریف است. بر اساس نزاع خانوادگی دچار خشم و عمل نابجایی را انجام داده است. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت را فشار بدهید.